ارتش اسرائیل دیشب برای چندمین بار طی هفته اخیر به نقاطی در سوریه حمله کرده یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته در این حمله یک پایگاه نظامی ارتش سوریه در چهارده کیلومتری دمشق پایتخت هدف قرار گرفته جایی که محل استقرار شبه نظامیان مورد حمایت ایرانه شپ نظامیان مورد حمایت حکومت ایران به دلیل حملات پیاپی اسرائیل به پایگاه‌هاشون در جنوب سوریه به نظر میرسه که دارن این پایگاه‌ها رو به مناطقی دورتر در این کشور منتقل می‌کنن منطقه‌ای که گفته میشه نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی و سپاه قدس حالا بیشتر نیروهاشون رو به اونجا منتقل کردن اینجاست کرانه باختری رود فرات اما در این منطقه هم این نیروها از حملات هوایی موشکی در امان نیستند همین پنجشنبه پیش مخالفان حکومت سوریه اعلام کردند که یک خودروی حامل سلاح و مهمات که از عراق وارد سوریه شده بود حوالی گذرگاه مرزی البوکمال کمال مورد حمله یک پهپاد قرار گرفته هفته پیش هم دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده بود که اسرائیل موازه حزب الله گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران رو در جنوب غرب سوریه موشک باران کرده گفته شده که این حمله به کشته یا زخمی شدن تعدادی از نیروهای حزب الله منجر شده. اواخر دی در یک حمله گسترده نیروهای سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به اونها در شرق دیروزور هدف قرار گرفتند. گفته میشه دست کم 57 نفر هم در این حمله کشته شدند. در ماه گذشته حملات ارتش اسرائیل به موازه نیروهای حکومت ایران و شبه نظامیان وابسته به اونها در سوریه شدت گرفته. اسرائیل گفته که اجازه نمیده سوریه به پایگاه نظامی ایران تبدیل بشه. علی سدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ماست آقای سدزاده این حملات اسرائیل همیشه بوده در اسرائیل اما شدتشون به نظر به حدی رسیده که فضا رو برای تنفس نیروهای ایرانی در سوریه واقعا تنگ کرده واقعا اینطور هست و پریروزی که از مقامات هوایی ایران اعلام کرد که عملا امکان فرستادن کمک ها از طریق مرزهای زمینی یعنی از طریق بوکمال که تا به حال انجام می یعنی عراق و گذرگاه بوکمال بین عراق و سوریه دیگه امکان نداره یعنی در حقیقت تمام کمک های اصلی رو که ایران میکنه مجبور از طریق هوا انجام بده چون اسرائیل اجازه نداره که این خط به اصلاح ارتباطی تهران تا لبنان ادامه پیدا کنه یکی این دومی که همین حملاتی رو هم که قبلا انجام داده اگر تحقیق کرده باشید به خاطر داشته باشید اغلب در اطراف فرودگاه دمشق بوده یعنی در اسرائیل پی این هست که حتی ورود تسلیحات و کمک ها رو از طریق هوا هم برای ایران مشکل،, مشکل, بکنه و این کار تا حدودی موفق شده من فکر میکنم که روند کار در اسرائیل در سوریه داره به جایی میره که ایران در بین به کسانی که در این جنگ دخالت دارن در جنگ سوریه یکی از بازندگان اصلی داستان خواهد شد ممنونم آقای سعدزاده علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ما